این روزها همزمان است با اولین سالگرد آغاز به کار شبکه تلویزیونی رسا. در همین ارتباط گفتگوی انجام داده ایم با دکتر سهراب رزاقی، پژوهشگر علوم اجتماعی از هلند. آقای دکتر رزاقی، یک سال از آغاز به کار شبکه تلویزیونی رسا گذشته، فکر میکنید که مجموعه فعالیت‌های شبکه رسا در طول یک سال گذشته چگونه بوده؟ اگه بخواید این فعالیت‌ها رو بررسی کنید، به چه مواردی میتونید اشاره کنید؟ من فکر میکنم کارنامه مثبتی بود رسا در طول یک سال گذشته داشته. اولین دلیلش اینه که پاسخ داده به یکی از نیازهای اساسی جامعه ایرانی، چون جامعه ایران همواره دنبال ایجاد یک رسانه مستقل بود که بتواند صدای مردم ایران رو منعکس بکنه. رسا گام بلندی در این راستا برداشت و توانست بخشی از صداهای مردم ایران را منعکس بکنه در این یک سال اخیر. نکته دومی که میتوان در این رابطه بیان کرد اینه که تبدیل کردن ایده به عمل بعد از وقایع 22 خرداد سال 1388 و وقایعی که رخ داد، گروه های مختلفی به این نیاز پی بردن و تلاش کردن که به این ایده تحقق بخشن، ولی هیچ کدام از مرحله حق فراتر نرفت و دستن در کاران رسا توانستن این ایده را به مرحله عمل در بیارن. از این نظر شایسته تقدیر و سپاسگزاری است. که رسا رو متمایز میکنه از سایر رسانه‌ها منابع مالیش و استقلالی که داره. این به نظر میرسه که نکته مهمی است که برای رسان میتوان بیان کرد که از خود مردم، برای مردم، به وسیله مردم هست. و نکته چهارمی که میشه در این راستا بیان کرد، شبکه تلویزیونی رسا امروز تبدیل شده به یکی از نمادهای جنبش سبز در ایران، که این از یک طرف موفقیت بزرگی است برای دستن در کاران رسا و از طرف دیگر وظیفه و مسئولیتی بزرگی بر دوش اینها هم میگذاره که هر نوع عملکردی که رسا از خودش بیان کنه و بروز بدهد در طور کل جنبش سبز تأمین داده میشه. به همین دلیل نیازمند دقت و کار بیشتر به این حوزه است. آقای رزاقی، اگه بخوایم نقاط ضعف رسا رو در طول یک سال گذشته بررسی کنیم، اون موقع به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ نگاه کنید، همواره برای ارزیابی یک مجموعه میبایست بر اساس یک شاخص عمل کرد که بر مبنا اون بگوییم که آیا نقاط مثبتی داشته یا نقاط ضعفی. به نظر من بهترین شاخصی که برای ارزیابی رسا میتوانید داشت مانیفستی است که رسا در ابتدای شروع کار خودش منتشر کرد، که مانیفست 10 ماده‌ای بود که تلاش کرد و رؤوس کارهایی را که میخواد انجام بده و برنامه هایی که داره در اونجا منعکس بکنه. من منتهی نقد میتونم در رابطه با رسا داشته باشم اینه که کمتر تلاش کرده که تحقق بده اون مانیفستی را که در ابتدای شروع به کارش منتشر کرده، چه در عرصه‌هایی که مربوط به کرامت انسانی و عدالت و آزادی و حقوق بشر هست، چه بحث‌هایی که مربوط به گفتگوی اجتماعی و قرائت دموکراتیک حتی از قانون اساسی و مباحث دیگه‌ای که در اون راستا مطرح شده بود کمتر بهش پرداخته شد. به نظر میرسه که مهمترین نقدی که از این راستا میشه انجام داد اینه که رسا فاقد یک پروژه اجتماعی است. به همین دلیل کمتر تلاش کرده اون مانیفست 10 ماده‌ای رو که در ابتدا بیان کرده تحقق بده، نه در عرصه دموکراسی، نه در عرصه حقوق بشر، نه در عرصه جامعه مدنی، در صورتی که یکی از شعارهای کلیدی که رسا همواره روش تاکید میکنه بحث آگاهی تا رهایی است. که برای آگاهی بخشیدن نیاز داریم که یک پروژه اجتماعی داشته باشیم، که این پروژه اجتماعی میتواند دموکراسی باشه، جامعه مدنی باشه، یا حقوق بشر، یا همه اینها. ولی در هر صورت من فکر میکنم رسا یه مقدار زیادی دچار روزمرگی شده. اون تنوع و پویایی که لازمه یک رسانه عمومی و مردمی هست کمتر شاهدش هستیم. در زمینه انتقاداتی که مطرح کردید، اگه بخواید راهکارهای مشخصی رو هم ارائه بدید، فکر میکنید که به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ نخواهم، من دو تا نکته دیگه هم بیان کنم بعد به این سوال شما بپردازم. من فکر کنم یکی از مهمترین چیزهایی که رسا با مشکل مواجه است حلقه محدود دوستانی است که رسا در این حوزه با اونها کار داره میکنه. من فکر کنم یکی از راههای برون رفت از این شرایط، یه مقدار از این حلقه محدود فراتر رفتن میتونه کمک زیادی بکنه، چه در طرح موضوعات، چه در بقیه مباحثی که وجود داره در این رابطه. نکته دیگه که رسا میبایست روش تأکید بیشتری بکنه و میتونه یک راه برون رفتی باشه برای ضعف‌ها، اینه که رو مباحثی تأکید که موضوع اساسی جامعه ایرانی است.
نه صرفا یک نقش خبری داشته باشه، که حتی رسا در پیدا کردن یک ریسورس یا یک منبع خبری هم به عنوان یک منبع خبری معتبر کمتر شناخته شده. بنابراین باید تلاش بکنه که ابرا یک پروژه اجتماعی رو دنبال بکنه که مهمترین پروژه اجتماعی که الان من فکر میکنم جامعه ایرانی داره و همه گروه ها باید تلاش بکنن به اون پروژه تحقیق بدن، بحث جامعه مدنی و جامعه مدنی سازی است. رسا میتواند صدای جامعه مدنی ایران باشه در همه عرصه، چه در حوزه های دانشجویی، زنان، گروه جنبش های اجتماعی و در تمام این زمینه، و مزیتی است که رسا را از سایر رسانه‌ها متمایز خواهد کرد. و نکته دومی که باید به موضوعاتی بپردازی که موضوعات اساسی جامعه ایرانی است. جامعه ایرانی الان به دلیل مشکلات و شدت سرکوبی که وجود داره با چند تا مشکل گرهی مواجه است: بی‌حسی اجتماعی، نهلیسم فکری، وضعیت عمومی، که اینها نیازمند مکانیزم‌های جبرانی هستند. رسا و سایر رسانه‌هایی که در جنبش سبز فعالان باید تلاش بکنن که به این سه موضوع پایان بدن. در مقابل یعنی بی‌حسی اجتماعی و نهلیسم فکری و وضعیت عمومی راه برون رفتی را پیدا کنه. در این صورت من میتونم بگم که رسا میتونه یه مقدار از این وضعیتی که هست و گام بزرگی هم برداشته، گام‌های بیشتری برداره و تکامل و رشد بیشتری پیدا کنه.